فوری هشدار پرزیدنت بایدن به داعش خراسان دنبالتان می آییم و وادارتان می کنیم تاوان بپردازید. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان و همراهان من. لطفاً بیننده ی ویدیوی ما باشید، چینل ما را سابسکرایب و زنگوله را فشار دهید. در ادامه با ما همراه باشید. رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین واکنش خود به حملات تروریستی روز پنجشنبه که در فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی رخ داد گفت، ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که توسط گروه داعش خراسان انجام شده است و وعده داد این گروه تروریستی را وادار خواهد کرد تا تاوان این کار را بپردازند. آقای جو بایدن در یک نطق تلویزیونی از کاخ سفید که به طور مستقیم از رسانه ها پخش می شد خطاب به تروریست هایی که حملات امروز در کابل را انجام دادند گفت، ما نخواهیم بخشید، ما نخواهیم فراموش کرد، دنبال شما خواهیم آمد و وادارتان خواهیم کرد که هزینه آن را بپردازید. پرزیدنت بایدن در ادامه گفت و فرماندهان نیروهای مسلح ایالات متحده گفته است که طرح‌های عملیاتی برای حمله به مراکز و تأسیسات و رهبری داعش خراسان را تهیه کنند و افزود، ما در زمان و مکانی که خودمان انتخاب می کنیم با قدرت پاسخ می دهیم. دو انفجاری که پیشتر در روز پنجشنبه در نزدیکی محوطه فرودگاه کابل رخ داد جان دست کم 60 شهروند افغان را گرفت و 10 تن را زخمی کرد. بنابر اعلام جنرال کنت مک‌کنزی فرمانده سنتکام، 12 نظامی آمریکایی نیز در این حملات کشته شده و 15 تن زخمی شدند. ساعت پس از این اعلام جنرال مک‌کنزی، رسانه‌های آمریکا از قول بیل اوربان سخنگوی سنتکام گزارش دادند یک تن دیگر از نیروهای نظامی آمریکا در حملات تروریستی روز پنجشنبه کابل جان خود را از دست داد و آمار تلفات نظامیان آمریکایی به 13 تن افزایش یافت. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه وضعیت میدانی در افغانستان همچنان دستخوش تحول است و آمریکا به طور پیوسته آن را زیر نظر دارد گفت، گروه داعش خراسان در حال برنامه ریزی برای مجموعه از حملات علیه آمریکایی ها در افغانستان بوده است. وی در پاسخ و پرسش درباره برخی انتقادها در مورد وابستگی به طالبان برای تامین امنیت فرودگاه کابل گفت، اعتقاد ندارد اتکا به طالبان برای کمک به تامین امنیت روند تخلیه اشتباه بوده و افزود، به نفع طالبان است که ایالات متحده به موقعی از افغانستان خارج شود. پرزیدنت بایدن همچنین گفت، هیچ گونه شواهد و مدارک تاکنون دال بر همدستی طالبان و داعش در دست نبوده است. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید آیا ایالات متحده نیروهای نظامی بیشتر را به افغانستان اعزام خواهد کرد گفت، اگر لازم باشد اجازه آن را صادر خواهد کرد. وی همچنین گفت، آمریکا مرعوب نخواهد شد و عملیات خروج را ادامه خواهد داد. همچنان گفت، تلاش خواهد کرد افغان هایی که به ایالات متحده کمک کردند را پس از 31 اگست نیز از کشور خارج کند. پرزیدنت بایدن بار دیگر از تصمیم خود برای آغاز خروج نیروهای نظامی از افغانستان دفاع کرد و با اشاره به اینکه توافق با طالبان در مورد خروج توسط رئیس جمهوری سابق و در سال گذشته حاصل شد گفت، زمان آن رسیده که به جنگ 20 ساله پایان دهیم. همچنان گفته می شود که حمله هوایی ارتش آمریکا علیه داعش در شرق کشور صورت گرفته است. ارتش آمریکا اعلام کرده است که با هواپیمای بی سرنشین یک طرح حملات گروه داعش را در افغانستان هدف قرار داده است. طبق اعلام ارتش آمریکا این حمله در ولایت ننگرهار اجرا شده و نشانه های اولیه حاکی از کشته شدن هدف مورد حمله است. این حمله در واکنش به حمله انتحاری مرگبار گروه داعش
در ورودی میدان هوایی کابل اجرا شده و نخستین حمله هوایی آمریکا در افغانستان پس از تسلط طالبان بر کشور است. همچنان آقای صالح میگوید می جنگیم تا افغانستان به طالبانستان تبدیل نشود. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفت که طالبان هرگز تحت فشار نبوده و پاکستان همواره از این گروه حمایت می کرده است. آقای صالح در گفتگو با شبکه نیوز 18 با اشاره به آخرین تحولات افغانستان امریکا را متهم کرد که کابل را تحت فشار قرار داده تا زندانیان طالبان را آزاد کند. او همچنین در بخش دیگری از این گفتگو پاکستان را متهم کرده که همواره از طالبان حمایت می کرده است. وی گفت واشنگتن تلاش می کرد تا همکاری پاکستان را با پول خریداری کند. آمریکایی‌ها هرچه بیشتر پول پرداخت می کردند، پاکستان هم بیشتر دلگرم می شد تا بیش از قبل از طالبان حمایت کند. آقای صالح البته اشاره به موضوع نحوه ارتباط میان طالبان، پاکستان و آمریکا و همکاری میان این سه نکرده است. معاون اشرف غنی در بخش دیگری از این گفتگو یکی دیگر از دلایل سقوط دولت افغانستان را انجام مذاکرات دوحه میان دولت دونالد ترامپ و مشروعیت بخش به طالب عنوان کرد. او همچنین با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها دولت افغانستان را فریب داده‌اند افزود آمریکا در دو سال اخیر شدیداً به دولت فشار می‌آورد تا زندانیان طالبان را آزاد کنیم. وقتی از آمریکایی‌ها می‌پرسیدیم آیا اطمینان می‌دهید که این زندانیان به خطر امنیتی برای ما تبدیل نشوند، به ما اطمینان می‌دادند که چنین نخواهد شد. اما شما دیدید که نیروهای طالبان با چه سرعت قدرت را در دست گرفتند. این سیاستمدار افغان در بخش دیگری از این گفتگو با وضعیت منطقه پنجشیر و حضور احمد مسعود در آنجا اشاره کرد و گفت وضعیت در پنجشیر ایدئال است و ما شرایط را کنترل میکنیم. من با کمترین میزان کادر امنیتی رفت و آمد میکنم. ما همچنان می جنگیم تا افغانستان به طالبانستان تبدیل نشود. آنقدر می جنگیم تا دشمن بداند افغانستان باید افغانستان بماند. ممنون از شما عزیزان خوبان که تا این دم بیننده ی ویدیوی ما بودید. برای حمایت از ما کافی است ویدیو را لایک و چینل ما را سابسکرایب کنید. تا نشر ویدیوی بعدی خداوند یار و نگهدارتان.